سلام، خسته نباشید. میخواستم بدونم این بازی جی تی ای 6 رو دارین؟ سلام، حال شما خوبه؟ بله قابل شما هم نداره. با احترام تقدیم میشه 4700. 4700؟ آره، چیزی نیست. فقط من نقد خدمت شما پرداخت کنم، کارت میکشم یا بزنم به حسابتون؟ الان شد 5 تومن. اوکی. کارت نقد بدین. من دیگه آره. من دیگه. صد دلاری؟ همین میشه دیگه. اختلاف طبقاتی توی ایران داره تبدیل میشه به سقف طبقاتی. یعنی انقدر اختلاف بین پولدار و بی پول زیاد شده که کش اومده و پاره شده. این چیزی که الان دیدین، این چیزی که باید اتفاق بیفته و هر کسی بتونه بازیو بخره. اما جوری که ما بازی میکنیم خیلی فرق داره. این مدلیه. الو داداش، چطوری؟ خوبی؟ میگم که این کال آف جدیده کرک نشد؟ نه کال آف قبلیه رو اکانت استیمت داشتی میدی من بازی کنم؟ برام مسخره. کدوم مسخره؟ اون مسخره برای بازی. اون از منم همه گیمامو گرفته. اون کلا اصلا تو گیم داشتی بعد از یکی دیگه اکانت گرفته بودم دادم مسخره که در ازاش بگذری. نداری هیچی؟ کال آف نداری؟ خدافظ. رفیق دارم من، رفیق دارم. آقا سلام. سلام، خسته نباشید. ممنونم. کال آف جدیده ای که در اومده رو من میخوام خریداری کنم، چقدر هزینه‌اش؟ بله، داریم. با احترام تقدیم میشه 3,200,000. با احترام؟ بله. بی احترام چقدر میشه؟ هنوزم 3,200,000. یه توف هم بکنی تو صورت ما چی؟ کم نمیشه؟ 3,100,000 آقا. 100 تومن. قابلتونم نداره. یه چکم بزن بعدش. جناب 3,000,000. خب این 3,000,000 رو میتونیم بریم پشت دخل با هم حساب کنیم. اون پشت نیم رخ شو. نه به چشام سبزا. نه پس یه کاری کن داداش جان، یه توف بزن، یه چک بزن، 200 بده من برام قضا بخورم. البته هیچ فروشنده ای انقدر تخفیف نمیده و ما تا قیمت بازی رو میشنویم همونجا از مغازه لف میدیم. حالا شاید براتون سوال بشه که سیستممون چطوریه. بچه‌ها، من بالاخره تونستم یه سیستم خوب ببندم فقط با 100,000,000 تومان. باورم نمیشه با 100,000,000 همچین سیستمی بهم دادن. کلا هم 2 روز طول کشید تا به دستم برسه. همه بازی ها رو میتونید با کیفیت بالا روش تجربه کنین. همه بازی ها رو تقریبا 120 فریم میده. حالا بعضی جاها ممکنه که 80 فریم بگیرید، ولی بازی بدون افت فریم. افت فریم چی هست؟ وقتی که بازی کند اجرا میشه یا تخصصیش کنیم تعداد فریم بر ثانیه رو میگن. مثلا این روزا میگن 120 فریم خیلی خوبه، 60 فریم اوکیه، 30 فریم بد نیست. یعنی تو هر ثانیه تو 30 تا عکس پشت سر هم ببینی. میگم برام من با 60 باشه. از کجا باید بفهمی که چند فریم میدی؟ فکر نکن. چی؟ از کجا میشه فهمید؟ من الان کامپیوترم بازی میکنم. بذار کامپیوترمو بیارم. این کیس جدید منه. این چیه؟ این کامپیوتر RGB هم داره. اینو میذاری به برق روشن میشه، نور میده. این دکمه پاورشه. این سیستمته؟ آره. این چند فریم میده؟ چی؟ ببین یه چیزی اون بالا سمت چپ باید بهت نشون بده. عدد زرد اون بالا؟ آره نشون بده. 2ه. 2ه؟ رزولوشن رو میارم پایین میشه 3. تو 2 فریم میگیری. چیکار کنم زیاد چه؟ ببین تو کلن از بازی چند تا اسلاید میبینی مثل فوتوشاپ یا مثلا چه میدونم. من فکر میکردم این آریا کیوکسه اینا بازیشونو توند میکنن اونجوری میشه. اصلشونه؟ نه، تو کلن چند تا عکس تجربه. تو مثل آلبوم عکس داری بازی میکنی عزیزم. همینه دیگه. افت فریم و فریم ریت و نمیدونم هرتز و مرتز و این داستانا برای با کلاس هاست تو ایران. یه سری انقدر این موضوع براشون پیش پا افتاده شده که دیگه اصلا اهمیت نداره که چی هست. مسئله بعدی پینگه. حتی پینگ هم توی ایران وارد اختلاف طبقاتی میشه. یعنی اینجوریه که تو هرچی پولدارتر باشی اینترنتت بهتره. ببین داداشم، این فیبر نوری که گرفتم کشیدن تو دم خونه برام عالیه. سرعت دانلود و آپلود فوق العاده بالا. چقدر؟ ببین من انتظاراتم خیلی بیشتره، ولی 940 مگابایت سرعت میده. البته که کمه میدونم، ولی بد نیست. آره مگابایت دیگه. مگه چی؟ مگه شما سرعتتون به چیه؟ کیلوب. چی؟ این که میگه نمیدونم چی. هزینه‌ش هم واقعا زیاد نشد. کلا با تجهیزاتش و نصبش و همه دم و دستش اینا شد 30,000,000 تومان. هیچی نیست. 30,000,000؟ آره. ماهی؟ من سیستمم 12,500 خریدم. یعنی ما هنوزم باید به جهرومی فوش بدیم؟ داداش تو 3 روزه اینجایی هیچ کاری نمی‌کنی. جریان چیه؟ من زدم گیم دانلود چه، منتظرم دانلود چی. منتظری بازی دان؟ یعنی چی؟ آره. بازی دانلود چی. 3 روز اینجای 3 روز هم منتظری؟ هینت قط و وست میشه، هی سرعتشو میارم پایین. شبا سرعت خوبه، صبح که میشه سرعت میاد پایین. هی مثلا طول داره میکشه دیگه. چرا اینجا منتظری؟ اینجا آنتن خوب میده وای فای شما. حقیقتش وای فایتون رو هک کرد. ببین فقط دانلود میکنم بعضی وقتا. تو داری حجم ما رو تمام میکنی. آره کاری نکردم. بگیرش
راستی استارلینک های پوتک به دست کسی نرسید، حالا شاید اونا اینترنتش خوب باشه. همچنین خاطرات گیمرای پولدار با فقیرم فرق داره. مثلا اینجوریه که آجی میگم ردد رو بازی کردی چقدر خفنه؟ آره بابا بازی کردم خیلی خوب بود. من چقدر با این کاراکترش بیناموز آرتور حال میکردم، من خیلی خوب بود. آره من تازه براش ریش میذاشتم، انقدر خوشگل و سکسی دارم، اصلا یه چیز خفنی بود. جی تی ای یک ماشین های خفنی داشت. ببین تو جی تی ای عادیش رو بازی کردی، من تازه مات میزدم، یکم به سیستم فشار میومدم، ولی عالی. این ماشین ها از بازی فورزا داره، اونا رو میریختم توش با گرافیک بالا، اصلا اوف. فورزا رو میبردی تو جی تی ای؟ یکم به سیستم فشار میومدم. یکم؟ مادر سیستم تو. نه اوکی. راستی این کال آف جدیده رو دیدی در اومده؟ اوه اونو ریده بودن تو. بازی کردی؟ خیلی بد بود، خیلی بد. بازی کردم نیم ساعت بستم تمام. 60 دلار 70 دلار خریدی نیم ساعت بستی؟ نه من نسخه دیلاکس ادیشن گرفتم. 90 دلاری مگه داری؟ آره این یه چیز منطقیه که همه ی بازی‌ها رو تجربه کرده باشی، اما برای بعضی یه مقدار فرق داره. آجی کال آف جدیده رو دیدی چقدر ریده؟ آره تو کانال سامساوری دیدم بازی می‌کرد، سام گفت خیلی بازی بدیه، حال نکردن باهاش، منم حال نکنم باهاش، حس میکنم. آه سامسابری دیدی؟ آره دیدی. رد دد دو رو دوباره ریختم راستی، برای سومین بار تجربهش خیلی حال میده. رد دد نمیشه دو. منم تو چیز دیدم، کانال آریا گیوکس 2018 روز عرضت نگاه کردم، قشنگ بود. آره بازی کردی هم اینا رو؟ وایسا ببینم تو اینم ویدیوهاشو دیدی. جی تی ای جدیده رو بازی کردی؟ این ماد جدید براش گرفتم خدا. کدوم ماد؟ آب و ریالستیک میکرد؟ اونم دیدم تو همون کانال یوتیوب گذاشته بود. خودت چی بازی میکنی؟ پر همه رو ویدیو رو دیدی که من خیلی بازی ها حسب کنم، مثلا سی دی گرفتم از جنگ های صلیبی دوله داری بود، خیلی خوبه. سی دی گرفتی؟ آره. مگه هنوزم جای سی دی میفروشن اصلا؟ آره بابا من پیدا میکنم میگیرم، تازه جی تی ای هم دارم، جی تی ای هم سی دی شو گرفتم. بازی کردی؟ کدوم جی تی ای رو؟ همین الان گفتم جی تی ای جدید. یک و دو. یک و دو. از بالاه. مثل جنگ های صلیبی این دوتا تو یه سبکن، من جی تی ای هم استراتژیک بازی میکنم. چی؟ البته یه جی تی ای گرفتم رو سیستم هم نصب نشد. این جوریه که حتی بازی کردن تو بقیه کشورها یه تفریح ارزون قیمت محسوب میشه، ولی توی ایران شده یه تفریح لاکچری برای پولدارا، فوق العاده، که البته عامل همشون هم اینه. سلام علیکم برادر. خسته نباشید. ممنونم. بفرمایید. سلامت باشید. قربان این جریان اختلاف طبقاتی که طی این سالها یه مقداری زیاد شده تو کشور ما رو حالا خود شما دوستاتون نمیخواید درست کنی؟ ببینید ما کلا برای همه قضايا تدبیری اندیشیدیم. ما دیدیم این فاصله طبقاتی داره خیلی زیاد میشه. آره. به این نتیجه رسیدیم که یک آسانسور طبقاتی درست کنیم. آه. که کلا این جانوران دوپایی که اون پایینن و احساس فقر میکنن، سوار این آسانسور میشن، میان بالا، بعد آدمهای پولدار رو از دور یه نگاه میکنن، برمیگردن پایین، برمیگردن به سر زندگی خودشون و دیگه احساس فقر اونجوری نمیکنن. ما هم براشون از صدا و سیما یه چند تا سریال پخش میکنیم که متوجه بشن خیلیا همینم ندارن. جانوران دوپا منظورت آدمایی بود که پول ندارن؟ اون مردمی که اون کف زندگی میکنن در زیر. من اصلا احساس میکنم تو اصلا نمیدونی مردم چی دارن میکشن، نمیدونی توی مملکت چه خبره. فقر همه جا رو گرفته، اختلاف طبقاتی زیاد شده، داداش دلار رفته بالا، نمیتونیم چی بخریم. گیمر و گیمر گلابی چقدر خوشمزه است، چقدر مملکت خوبی داری. یه توضیح بده جی تی رول پلی یه بخشی داره، تو باید بری بیل بزنی. اونجا میری همه بنز و بی ام و اونایی که خیلی پول دارن 200 نه بیلو میگم بیل. آره نه بذار اینو بگم بعد. آه. میخوای تو ماشین داشته باشی در مرحله اول توی جی تی رول پلی، تو ماشین نداری، با بری کار کنی مثل سگ، بعد کامیون رو برمیداری میری تو دشت بیابون، تفنگو میگیری دستت بیل میزنی. آقا این کال آف جدیده کرک نشود؟ چون مازنیه. نه با مازنی باشه بایستا. آه این کاراکتر یه جوری، من نمیتونم مازنی دارم. آه مازنی دارن یه همشون پول دارن. کی گفت؟ آمول رفتی تا حالا؟ نو همشون زمین دارن. مازنی کجا پول دارم؟ من مازنی آمولی میشناسم پول دار نیست. کی؟ بگم کی؟ یه آمولی غیر پول دار بگو. آر کجا پول دار نیست؟ خود شخصا پول داره، بقیه نه. باباش هم زمین داره دیگه. زمین آر داره، چند هکتار زمین داره. کجا آمولی هم پول داره؟ دوستانی که بچه آمول هستین و پولدارین بگین. دوستانی که بچه آمول هستین و پولدار نیستین لطفاً اعلام کنین، چون پولدارا که زیاد هستن. انسان ها کلن مردم هر موقع احساس فقر کردن. خب یومنز چی؟ گان داری؟ گان داری؟ گان داری؟
میان گونی میبرن ما رو، بعد داره تو اینجا گان بکش. آره جلو اونا میتونی گان بکشی؟ آره آره میبینی میبینی. آره بهترین کار.